برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بنابر اعلام دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، سه‌شنبه 25 مهر اولین روز از ماه ربیع الثانی 1445 قمری است. در اطلاعیه دفتر معظم الله آمده است: به اطلاع عموم مؤمنین می رساند هلال ماه ربیع الثانی نزد مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله ثابت نشده است و بنابراین دوشنبه آخرین روز ماه ربیع الاول و سه‌شنبه 25 مهر 1402 اولین روز ماه ربیع الثانی 1445 هجری قمری می باشد. سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا میزبان شیخ عماد علامی عضو مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت در نجف اشرف بود. در این دیدار عارف نصرالله با اشاره به فعالیت‌ها و هجمه‌های فرهنگی دشمنان دین و مذهب تشیع و القای شبهات متعدد از سوی آنان گفت: بر ما لازم است تا به میزان مسئولیت خود به این مسئله پرداخته، با شبهاتی که جامعه و مخصوصا جوانان را هدف قرار داده مقابله کنیم. کمیته آمریکایی عربی ضد تبعیض ADC فاش کرد که گزارش‌های متعددی از جاسوسی از افراد و مساجد توسط FBI پس از آغاز جنگ جاری در خاورمیانه دریافت شده است. حامیان حقوق مدنی نگرانی هایی را در مورد بازدیدهای گزارش شده از مساجد و بازداشت اتباع مسلمان توسط ماموران فدرال مطرح کردند که انعکاسی از دوران پس از 11 سپتامبر و هدف قرار دادن جوامع مسلمان و عرب است. در همین راستا عابد ایوب مدیر اجرایی کمیته آمریکایی عربی ضد تبعیض گفت که این اقدامات باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان جوامع مسلمان شده که یادآور دوره پس از 11 سپتامبر است، زمانی که نظارت و هدفگیری مشابه بیداد می‌کرد. جشنواره فیلم مسجدی‌ها اولین بار در سال 2007 توسط گروهی از دانشجویان مسلمان در دانشگاه آلبرتا راه اندازی شد که 14 سال است برای مبارزه با باورهای غلط درباره اسلام و مسلمانان فعالیت می‌کند. یاسر اقبال مدیر اطلاع رسانی جشنواره گفت: به طور کلی این جشن خلاقیت و هنر مسلمانان است. این مراسم پذیرای همه مسلمانان و غیر مسلمانان است. به افزود همچنین این جشنواره دارای ترکیبی از مضامین جهانی و خاص مسلمانان در ژانرهای مختلف است. این جشنواره فیلم در حالی برگزار می شود که کانادا ماه میراث مسلمانان را در ماه اکتبر جشن می گیرد.